هیچ جریان مهم سیاسی که از همون دوره مشروطیت سربلند کرد از بین نرفت. ملی باشه، چپی باشه، راستی باشه، مذهبی باشه، همه اینا رو یه افراطی بذار کنارش یا یه متعادل بذار کنارش، همه اینا بودن، همه اینا هم هستن. ما دیگه از مشروطه ماشاءالله همه نوع حکومت دیدیم دیگه. شما بیا کودتای علیه دکتر مصدق بکن، 25 سال بعد اولین کابینه انقلاب 60%شون یه جوری مرتبطن به جبهه ملی نهضت آزادی. بالای 500 600 نفر ما چریک و مجاهد و کشته شده داریم دیگه قبل از انقلاب. در که باز می‌کنی می‌بینی ایوا همه‌شون هستن، همه‌شون حضور دارن. پس نرین دنبال حذف، برین دنبال همزیستی، برین دنبال دموکراسی. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که اینجا حاضرن. بعد از فوت مرحوم مهسا امینی یه سری اعتراضات و جنبشی داخل ایران شروع شد حول شعار زن زندگی آزادی. خب یه سه ماهی تقریبا ادامه داشت این ماجراها و الان یه مقداری فضا آرومتر شده. الان توی فضایی هستیم که به نظر میرسه تمام حالا نیروهای سیاسی با هر گرایش سیاسی که داشته باشن توی ابهام و سردرگمی قرار گرفتن و آینده خلاصه سیاسی ایران هم تا حد زیادی دچار ابهام و تیرگی و تاریکی شده. از شما میخواییم که حالا تو دور اول بپردازید به این مسئله که ریشه این اتفاقات چی بود، از کجا شروع شد و چه آینده‌ای پیش روه، چطور میشه از این دوران عبور کرد و چه باید کرد. در خدمتتون هست. بله خب هر کدوم از این سوالا خودش 3-4 ساعتی صحبت میخواد. ببینید من در مورد ریشه یابی و اینا به نظرم خیلی بحث نخنماییه. من تلاش میکنم که این آخر بحثم راجع به ریشه صحبت کنم به جای اینکه اول بحثم صحبت کنم. اما اینی که بیایم یه آینده نگری بکنیم که منظورم آینده نگری سیاسیه، به نظرم باید یک بررسی داشته باشیم از ساخت سیاسی جامعه ایران. منظورم از ساخت سیاسی ساختار حاکمیت نیست، اینکه اصلا سیاست در ایران چه ساختی داره، چیه در واقع. من سعی میکنم اینو بگم و بعد یه چند تا نکته حالا جامعه شناسی فرهنگی تاریخی در تاییدش بگم بهتون، بعد آخرش میرسم به ریشه یابی ماجرا از منظر خودم، از منظر سیاسی محض. بذارین حرف آخرم رو اول بزنم در مورد اینکه این آینده چه شکلی خواهد بود. به نظر من این آینده در طول یک طیفی تعریف میشه که یک طرفش 0% دموکراسیه، 100% آنارشی. آنارشی هم به دو معنا من به کار میارم، هم معنای افواهیش یعنی هرج و مرج و بی‌نظمی و این جور چیزا، هم در معنای برای علوم سیاسیش که مترادف با بی دولتی و بی نظامی در واقع. من فهمم تو این طیف خواهد بود. حالا بعضی ها ممکنه که راجع به استبداد صحبت کنن. من میخوام بگم این حرف که من میزنم همه حالتش سهل و ممتنه، همه خواهند گفت خب یا یه نظمی هست یا بی نظمی. من میگم نه، اون نظم فقط میتونه از طریق دموکراسی باشه، وگرنه بی نظمی و بی دولتی خواهد بود. و اینی که ما کجای این طیف قرار بگیریم در آینده میان مدت، نزدیک 10 ساله، 5 ساله، هرچی،
یه مقدار زیادی بستگی به این داره که هر کدوم ما چه به عنوان فرد و چه به عنوان اعضای جوامع مختلف، جوامع هم نه حالا منظورم چیزای عجیب غریبه، همین جمع شما یه جامعه هست، ما مثلا مطبوعه‌ای که ما داریم، من عضو یه جامعه مطبوعاتی هم، من عضو یه جامعه انتشاراتی هم، شما عضو یه مؤسسه حالا مدنی هستید یا بعضا دانشجو هستید. اینی که میخوام بگم بستگی میاد، میتونیم عضو حزب باشیم، میتونیم عضو جریان فکری باشیم، بستگی کامل به این داره که چقدر ما هر کدوممون برای اینکه این آینده بیشتر به کدوم یکی از اینا نزدیک بشه فعالیت میکنیم. یعنی آیا فعالیت میکنیم برای اینکه دموکراتیک تر بشه یا نه فکر میکنیم اتفاقا بیدولتی هم بد نیست، یا آب گلالودیست که راحت تر توش شاید بتونم ماهی بگیره کسی. این حرف آخر منه. ببینید توی منظومه امروزی دنیا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده و اون اینه که راست افراطی، که حالا من اسمش افراطی به معنی چیزش نیست، اونایی که خیلی دیگه دست راستی هستن شبیه اونایی شدن که خیلی دست چپی هستن، به این معنا که میان و مسائل اقتصادی رو اولویت میدن بهش و در نتیجه سیاست رو فراموش میکنه. این یه میراث مارکسه که آقا اقتصادی که تعیین کننده است، اون بقیه روبناست، علل اصول هم کاملا مال چپی هاست. اما امروز ما با گروه های راستی طرف هستیم که همه همین گفتمانه دارن و به کل فضای سیاسی رو رها میکنن و به ساخت سیاسی کشور کاری ندارن. اند ساخت سیاسی که از شهر اونها میگن مثلا دولت باید کنار گذاشته بشه، کمتر به حضور داشته باشه، فلان داشته باشه. خب من فکر میکنم این باعث میشه که ما نتونیم استدلال سیاسی بکنیم و این استدلال نکردن سیاسی یکی از لطمات گنده ایست که به وضعیت دموکراتیک ما زده میشه. حالا من باز برمیگردم به این مسئله. یعنی بیش از حد درگیر نگاه اقتصادی شدیم به سیاست؟ بله دقیقا همینه. یعنی خود سیاست رو نمیذاریم جلومون بهش فکر بکنیم. سیاست رو هم اگه بهش فکر میکنیم نهایتاً از طریق یه سری نهادهای حالا یا حکومتی، دولتی یا مثلا جامعه مدنی راجعش فکر میکنیم. من فکر میکنم این نوع نگاه ها ما رو دور میکنه از اون چیزی که بهش من بهش میگم ساخت سیاسی در ایران. من چند تا ویژگی ساخت سیاسی کشور رو میگم. مهمترینش به نظر من حضور تقریبا مستمر و فزاینده مردم در صحنه سیاست ایران. ما الان بیش از یک قرنه که با این پدیده مواجه شدیم. اولین بار در انقلاب شد. درست؟ شکلش من بزنید که منظورم شکل انقلابی نیست، حضوره مردم در صحنه است. بعد از اونم هر 15 تا 20 سال یه جهش بزرگ از منظر حضور مردم داشتیم تو صحنه. ببینید جهش انقلاب مشروطه تقریبا تا 1304 ادامه پیدا میکنه، تا زمانی که رضا شاه دیگه در واقع پادشاهی نیست، چکمه هاشو واکس میزن و دیگه با اون حکومت میکنه. ولی در همون دوره چکمه پوشی محض
به دلیل اینی که رضا شاه می‌خواست دولتش رو بسازه و نیازمند به هر حال کادر بوده برای ساختن این دولت، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه فضایی رو به خیال خودش به عنوان فضای تکنیکال باز میکنه. ولی فضای تکنیکال، شما فضا رو باز میکنی، نمیتونی بگی من تو بیا تو این فضا مثلا پزشکی بکن ولی دیگه کار دیگه نکن، فکر دیگه نکن، نخواه جای دیگه نظر بده. در واقع پیدا آمدن یک نوع طبقه متوسطی که خودش هم آقای خودش هست و با فکر کارهاشو دنبال میکنه. پس یه حضور زیر پوستی هست که ما واقعیتشو بعد از شهریور 20 میبینیم. در فاصله 20 تا 32 این حرکت باز یه جهشی پیدا میکنه، یه حضور باز گسترده تر مردم رو داریم تا 32. 32 تا 42 این حضور هست ولی به نظر میاد کمرنگتره تا زمانی که یه لحظاتی بزنی بیرون. از 42 تا 57 باز به نظر میاد که این حضور وجود نداره، ولی اشتباه محضه، برای خاطر اینه که تمام نیروهای سیاسی دارن فر فاصله 42 تا 57 کار میکنن، به اضافه این که باز یه گروه های جدیدی وارد این صحنه میشن که عمدتا گروه های چریکی هستن و تأثیرات زیادی دارن. 57 که ما متوجه میشیم که خیلی ها تو فضای سیاسی هستن و این جهش سال 57 چند تا ویژگی داره که تا همین امروز هم ادامه داره. یکی گسترده شدن در سطح ملیه، یعنی بعد از 57 شما دیگه یواش یواش در تمام شهرها حضور سیاسی مردم رو دارید. در تمام اقشار اجتماعی حضور سیاسی مردم داریم. تا میرسیم به همین روزا، میرسیم به 88، میرسیم به همین وقایعی که شما گفتین که به نظر من اهمیتشون لزوماً بیشتر از چند صد یا چند هزار حضور مردمی در سیاست یا در خیابان یا هر اسم دیگری که براش بذارید در اعتراض های کوچک نیست. من اونا برام خیلی اتفاق مهم داره. شما فکر کنم تقریبا میشه گفت هر هفته یه بار یه عده‌ای بازنشسته باشن، یکی مالشون خورده، یکی ماشین خریدن بهشون نداده، یکی معلمه، یکی فلانه، یکی بهمانه، یکی کارگری که حقوقش درست نمیدن، یکی فلان بهمان. دید خودتون دیدین دیگه، که اتفاقا خیلی هم جالبه ببینید که اخبارش هم کاملا پخش میشه، جز در مواقعی که اتفاقا این اعتراضای تندتری که بهش اشاره کردین هست یه مقداری اونا از نظر خبری عقب میرن، ولی همچنان هم ادامه دارن. شما در همین سه ماهی که نام بردید چند تا اعتصاب ما کارگری داشتیم، چند تا اعتصاب معلم ها داشتیم، چند تا اعتصاب بازنشسته ها داشتیم، چند تا اعتصاب مال باختگان داشتیم، اعتراض، حالا میگه اعتصاب، اعتصاب و اعتراض. پس به نظر من مهمترین ویژگی ساخت سیاست در ایران حضور مستمر و فزاینده مردم و این حد یقف نداره و مخربه. این نه نه، من اصلا دارم ساخت میگم، فعلا میخوام بگم خب حالا با این ساختی که من نگاه ارزش داورانه نداره، نه میگم این واقعیتیه. شما همه جا اینو ندارین، تو اروپا هم همینجوره، شما تو فرانسه دارین دائما اینو، تو سوئیس ندارین، تو آلمان انقدر ندارین، ولی در ایران اون چیزی که مهمه اینه که مردم توی صحنه سیاستن. نمیگم همیشه سازمان یافته، همیشه فکر شده، همیشه گسترده، همیشه همزمان، نه، حضور سیاسی مردم در صحنه، در حضور مردم در صحنه سیاسی یک واقعیت ساخت سیاسی در مملکت ماست و این تمام شدنی نخواهد بود. یک روندیه که 120 سال، 115 سال شروع شده،
و همینطور داره افزایش پیدا میکنه. حالا من دلایل جامعه شناختیش رو اشاره میکنم بهش. سلام دوستان، من مهدی احمدی ام، مدیر مجموعه آزاد، و تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم که چرا شهریور ماه امسال خیلی زمان مهم و تعیین کننده ای برای مجموعه ما هست. ما این ماه برخلاف انتظارمون هزینه اجاره دفتر و استدیومون تقریبا دو برابر میشه که خب برخلاف انتظارمون بود، و خب این استدیویی هستش که ما همه برنامه ها رو توش تولید میکنیم. تو اون ویدیو که حالا لینکش هم گذاشته میشه برای شما، بیان شد که ما چرا نمیتونیم به دلایل مالی و همینطور هماهنگی از استدیوهای دیگه استفاده کنیم و یه جوری استفاده از این فضا برای ادامه فعالیت ما ضروری شده. از هموطنان ایرانی خارج از کشور بالخصوص درخواست کردیم که اگر علاقه مند هستن توی برنامه حمایتی منظم ماهیانه که مبلغش هم تلاش کردیم مبلغ اندکی باشه با ما همراه بشن و کمک بکنن این مشکل اجاره استدیو برطرف بشه. بعد انتشار اون ویدیوها یه تعدادی از هموطنان هم داخل کشور و هم خارج از کشور به این برنامه حمایتی اضافه شدن و اول از همه من خیلی تشکر میکنم، واقعا مایه دلگرمیه برای ما. و از اینجا به بعد اگر 20 نفر، حدوداً 20 نفر از هموطنان ایرانی و مخاطبان ما در خارج از کشور به این برنامه حمایتی 20 دلار در ماه اضافه بشن، به صورت کامل این مشکل برای ما برطرف خواهد شد. ما یک فرصت یک ماهه تونستیم فراهم بکنیم تا 12 مهر ماه تا این موضوع رو جمع‌بندی بکنیم. به خاطر همین خواهش میکنم اگر علاقه من به این موضوع هستید و فکر میکنین ادامه این فعالیت مؤثر هست، وارد این برنامه حمایتی بشید. متشکرم. نکته دوم ساخت سیاسی ایران اینه که هیچ جریان مهم سیاسی که از همون دوره مشروطیت سربلند کرد از بین نرفت. ملی باشه، چپی باشه، راستی باشه، مذهبی باشه، همه اینا رو یه افراطی بذار کنارش یا یه متعادل بذار کنارش، همه اینا بودن، همه اینا هم هستن. پایستگی نیروهای سیاسی. آفرین. یعنی پس هیچکی بیرون نرفته از بازی. اینایی که میگن این بره اون بیاد، این فلان کنه اون فلان کنه، ما دیگه از مشروطه ماشاءالله همه نوع حکومت دیدیم دیگه، همه نوع از انواع چیزشو دیدیم، هیچ وقت هیچ کدوم از بین نرفتن. شما بیا کودتای علیه دکتر مصدق بکن، روز 25 سال بعد اولین کابینه انقلاب 60%شون یه جوری مرتبطن به جبهه ملی و نهضت آزادی، بازی میکرد تو این چیزا. شما فردای این همه، ما بالای 500-600 نفر ما چریک و مجاهد و اینایی کشته شده داریم دیگه قبل از انقلاب، در که باز میکنی این ایوا همه شون هستن، همه شون حضور دارن. شما سال 42 یک حرکت مذهبی شروع میشه در اعتراض به وضعیت، حالا کاری ندارم طولانی داستانش، تبعید و فلان و بهمان، بعد میبینی نه هست، نه فقط هست بلکه شبکه گسترده تری داره. پس برای بقیه هم همینطوره. شما فکر میکنی که مثلا سلطنت رو سرنگون کردی 43 سال پیش، الان نمیگم، بعد یه مثلا میبینی که از مشهد مثلا 35 سال بعد میرن مثلا یه شعار رضا شاه رو شاد میده. پس همه چی هست، هیچ چی از بین نرفته. این ویژگی دوم ساخت سیاست در ایران. ویژگی سوم عشق به میهن یا وطن پرستی یا هر اسم دیگری که براش بزنید. در مورد تمام نیروهای سیاسی ایران صادق، همشون، حتی اونایی که با نقد این ملیگرایی بذارست رو وطن پرستی بذارید، میان. شما الان نگاه بکنید، رادیو رو باز بکنید، رادیو پیام ها، من الان همه که گوش نمیکن، از صبح تا شب آهنگ ملی میهنی داره چاپ میکنه. حالا این اواخر بر خاطر نزدیکی دهه فجر بیشتر انقلابیه، ولی از صبح تا شب
ماشاءالله خیلی هم خیلیشون هم بده ولی خیلیشون هم خوبه، برای اینکه از دوره نهنگای ملی میهنی دوره مظفرالدین شاه رو دارن چاپ میکنن تا همه چی. یعنی عشق به ایران و میل به سروری ایران یک واقعیت گسترده توی ساخت سیاست در ایران. حتی اگه نفیش بکنن اونایی که باد میدادن بهش که دیگه هیچ، اونایی هم که نفیش کردن دوباره به همین افتادن. حالا به اسمای مختلف، آقا ایران میخواد بشه نمیدونم هاب منطقه، ایران بشه نمیدونم ابرقدرت منطقه، ایران بشه فلان، ایران بشه فلان، خلیج همیشه فارس. خب این یه واقعیته، متوجه میشین؟ این دلیل همین چیز ایران قوی و ایناهایی که همه چی هست، همه چی از تو اعتراضام هست. خوشبختانه الان میبینین دیگه، الان تو این اعتراضا میبینین که هر کی میاد یه دمت گرمی هم از کردستان تا بلوچستان، از فلان تا بهمان. پس عشق به میهن یا وطن پرستی یا ملی گرایی یا هر اسم دیگه که براش بذاریم، خب این چیز نیست. بولد کردن حاشیه ها و اتنیک ها برخلاف اینکه یه مرکز مثلا چیزو بخوان، نه من این چیزا راست نمیشه. من دارم ساخت سیاست ایران میگم. گفتم این من حرفم خیلی ساده است ولی از یه منظری نگاه میکنم که نه نهادها رو میشمرم نه ساختار قدرت رو میشمرم. من دارم میگم ساخت سیاسی، شما، من، ایشون، آدمایی که اینجا نشستیم، یه از سیاست یه حسی داریم. من میگم این سیاست این ویژگی رو داره، این سه تا مهمترین ویژگیش. حالا دلیلش چیه؟ یعنی خب میگم اینجوری هم نیست که بگیم من بو کشیدم. این ساخت دلیل داره. یکیش از دلایلش یک نوع استمرار، یک نوع آگاهی سرزمینی در ایران. ما یه آگاهی داریم نسبت به کل سرزمینمون. این که میگم چیز ساده هست ولی 100 سال پیش اینجوری نبود. یعنی 100 سال پیش، 150 سال پیش آدما 30 کیلومتر دور و بر خودشون رو بیشتر جزء سرزمین خودشون نمیدونستن. ما بچه که بودیم شمال که میرفتیم از تهران به ما میگفتن شما عراقی هستین و نونخور. ویژگی یعنی برای من دانستم درست هم از تو تاریخمون از عراق عجم داریم، عراق عرب داریم. ما یک آگاهی سرزمینی گسترده‌ای داریم، یعنی یه جوری به همه ایران آگاهیم. این گربه رو میبینیمش توی تصور و تفکرمون. یه پدیده دیگه که به نظر من توضیح دهنده اینا پدیده‌های فرهنگی و به جامعه شناسیش هم میرسن، فرهنگی و تاریخ، یکی یه آگاهی داریم هممون نسبت به جزیره‌ای بودن موقعیت ایران. حالا این جزیره‌ای بودن رو از طریق تشیع در مقابل تسنن، محاصره شدن توسط تسنن ممکنه ببینیم، ممکنه یه نوع محاصره توسط زبان عربی ببینیم در مقابل زبان‌های ایران. ما این احساس رو داریم که اینجا توی یه جزیره زندگی می‌کنیم، یه جزیره‌ای که ببینین ما شما هم لابد تجربهش دارین دیگه. حالا الان دیگه نمیدونم چه، ولی من 7-8 سال پیش رفتم ترکیه با بچه‌هام رفته بودم. اینا هم رفتن خرید میکردن که من حوصله نداشتم نشستم اینجا یه چایی بخورم، یا آقای اومد نشست و کبریت می‌خواست کبریت بدم، سیگار کشید و بعد بهش گفتم شما چی هستی و اینا، یواش به من گفت من کردم. یعنی یواش گفت اینجوری من کرد. منم که نه گفت کرد. آقا من اومدم نشستم از دوستان چه سوال کردم، آقا بالاخره این که ما میدونیم اینو دعوا دارن با هم، ولی خب اصلا کلمه کرد ممنوع بود تا چند وقت پیش، یعنی میگفتن ترک کوهستانی. خب ما نداریم از این چیزا، میدونیم؟ یعنی من کاری ندارم که زبانهای ایران رو ما به همش به یک جور رسیدگی نکردیم، من اینو قبول دارم، ولی ما اصلا هم چیزی نداریم. یعنی یه دفعه قانونی می‌خواستم بگذارم، ما تو این راجب شورای شهر و اینا کار می‌کردیم،
گفت قانون میگذرونیم که من بعد در شوراهای شهر همه به زبون خودشون صحبت کنن. بعد یه عده نامه نوشتن که ما تا حالا چیکار میکردیم، یعنی مثلا شما فکر کنید ما مثلا تو شوراهای شهر تبریز فارسی حرف میزنیم؟ نه، تخیل ملی قویه پس در واقع. آره ولی میخوام بگم ما این احساس جزیره‌ای بودن هست توی ما که اون حضور رو اینا رو میده. یه واقعیت اجتماعی دیگه ما داریم، اجتماعی فرهنگی دیگه داریم و اون میل به سواد آموزی. ما توی جامعه زندگی میکنیم که عشق به سواد آموزی مترادفی نداره. به خاطر همینم هر کی بیاد، یعنی از همون مشروطه و قبل مشروطه بگیر، قبل مشروطه خیلی قبلش، تا هر حکومتی اومده وظیفه خودش دونسته که این سواد رو بالا ببره، آمار سوادش بره بالا. حالا یه عده بیشتر رو مدرسه تمرکز کردن، رو دبیرستان تمرکز کردن. جمهوری اسلامی عمدتاً دانشگاه. در دانشگاه بعد از یه دوره‌ای بعد از پایان جنگ رو دانشگاه تمرکز کرد. خب این باعث چی شده؟ یه نکته دیگه هست. آخرین چیزم گسترش مستمر و شتابناک شهرنشینی. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این چند تا چیزه که تو اون ساخت سیاسی تأثیر مستقیم داره. یکیش اینه که هر کسی، هر حکومتی که اومده، هر دولتی که اومده، در واقع اومده فرد مدرن درست کرده. فرد مدرن یعنی کسی که به منافع خودش آگاهه. من دیگه وارد جزئیات دیگرش اصلا نمیشم. یه نوع آگاهی از خود، فرقی هم نمی کنه اصلا چه تبلیغ کرده باشن اینو، چه ضد تبلیغ کرده باشن اینو، چه گفته بودن بگن خوبه که آدم ها دنبال منافع خودشون باشن. مثل آقای هاشمی بعد از جنگ رفت گفت بابا آخه چه وضعیه این، آخه وقتی میگن مسلمون همه فهمن کسی با لباس کثیف میاد، چه اشکالی داره مگه مسلمون تمیز باشه، مگه بره بیزنس بکنه، مگه بره کار بکنه، دنبال منفعت باشه دنبال. تا حالا پس ما به این معنا یک در 100 سال اخیر دائما شهروند مدرن تولید کردیم. دو، به این شهروند مدرن دائما گفتیم تو میتونی، تو سوژه سیاسی هستی. سه، یه جوری حواسمون هست هممون که منفعت خودمون و منفعت کشورمون بی ارتباط نیست با هم. من اروپا سالا زندگی کردم، این پدیده رو شما نمی‌بینید، شاید فقط تو فوتبال ببینید. این پدیده ای که یک جوان اروپایی، حالا فرانسوی باز بیشتر میگه از من، که بین منفعت من و منفعت کشورم یه ارتباطی وجود داره. ما این وقتی اون ساخت و گفتم منظورم دقیقا میخواستم به اینجا برسم که پس ما در این در کشوری هستیم که اون ملات سیاسیش از افرادی تشکیل شده که مدرنن، شهروندن، حضور سیاسی دارن و یه آگاهی نسبت به منفعت کشورشون دارن. رو همه اینا مانور داده میشه ها. یعنی مثلا شما این بحثی بود میگفتن اقلا امنیت داریم، این همونه. این به هر حال ممکنه به گوش یه عده‌ای مسخره بیاد ولی به گوشی دی معنا داره. میدونین این خب حالا شما یه همچین ملاتی دارین، این ملات رو میخوای باهاش چیکار کنی؟ این ملات به نظر من استبداد پذیر نیست. این ملات به نظر من بیرون برو از صحنه نیست. این ملات به نظر من 95% دنبال خوشبختی، سعادت، هرچی اینا توی همین فضای میگرده.
حتی اونایی که میرن، من خودم سالا اونور درس خوندم میدونم چه جوریه، یه دلشون اینجاست. خب این ملات از نظر حالا میرم سر بحث سیاسی، تنها چیزی که ممکنه بهش ثبات بده دموکراسی با تمام قواعد و قوانینش. من اتفاقا حرفم اینه که اصلا استبداد پذیر نیست، یعنی وای به حال کسی که بخواد مشت محکم بکوبه رو میز، فرض کنیم مثلا رضا شاه، یعنی فکر کنم 2 هفته به 3 هفته نمیکشه مجبور خجالت بکشه و بیاد بره و آرازن. یعنی حالا ممکنه که شما ازش رو بذارین شیطنت ما ایرونی ها، ممکنه ازش رو بذارین زیرا بیزدن ما ایرونی ها، ولی نمیشه دیگه. چجوری میخوای شما تو همین 3 ماه چند تا آهنگ درجه 1 ساختن و خوندن و پخش کردن و فلان کرد؟ آخه این چجوری میخوای شما اینا رو از صحنه بیرون کنی؟ اصلا بیرون کجا میخوای بفرستی اینا؟ مال من فقط بحث من الان با این تکنولوژی های جدید نیست، من میگم 120 سال این روند ادامه داره. پس تنها راهی که ممکنه که این وضعیت بتونه به یک ثباتی برسه اینه که ما شرایط دموکراتیک داشته باشیم. اون هم دیگه روشنش انتخابات آزاد، آزادی اعصاب، گسترش جامعه مدنی، دیگه اینا رو همه رو انقدر گفتیم که افسیم. اگه نکنیم این کارو، هیچ چیز دیگه این جمع و جمع نگه نمیداره. یعنی ما با یک سری اتم آزاد رو برویم که هر کدوم یه جایی میرن برای خودشون که من بهش میگم آنهاشی. به همین جهت گفتم بستگی این داره که ما چی کار بود. حالا سوالی که ممکنه مطرح باشه، اون ریشه یابی که گفتین، من اینجا برمیگردم بهش. خب اگه این حرفایی که من گفتم خیلی چیز عجیب غریبی نبود، من فکر کنم حدودا مثلا همه میتونن به همین نتیجه برسن اگر با همین ابزارهای فکری کار بکنن، به همین نتیجه نه برسن برن اقتصادگرایی یا نهادگرایی یا اینجور چیزا نه، ولی اگه هم با همین ابزارهای کلی فکری که من شمردم خدمتتون کار کنم به این نتیجه میرسن. خب چرا پس ما این دموکراسی نمیاد؟ چرا مستقر نمیشه؟ چرا؟ من برای خودم این سوال خیلی جدیه، یعنی واقعا، چون در عمل همین جمعی که مثلا اینجا نشست، یا حالا دانشگاه میریم صحبت میکنیم، یا دوستان میان، یا میان دفتر صحبت میکنیم، ما خیلی همه به نظرم میاد که اگه دموکراسی باشه همه خیلی خوشحال ترن، همه ها، یعنی حداقل آدمایی که من خیلی باشون رفتم آمد میکنم، یا همسال دوستانی که اینجا هستن. چرا نمیشه؟ سوال اینه که چرا نمیشه. اینو من میگم برای جواب ریشه‌یابی شما و برای اینکه بگم وقتی میگم هر کدوم از ما بستگی داره که چقدر برای این دموکراسی کار میکنیم. اینه، ببینید، دموکراسی یه سری دشمن داره، دشمن تاریخی داره، چه میدونم نجبا، نمیدونم اشراف، نمیدونم چپ رادیکال، راست افراطی، نمیدونم همه اونایی که شأنی فراتر از خودشون برای خودشون قائلن تو جامعه. اونا رو من کاری ندارم، اونا همه جا هستن، همه جا هستن. تو کشور ما ولی یه گروه های دیگه هستن که من اسمشون رو میذارم رقبای دموکراسی. نمیگن دموکراسی بده ها، میگن اتون دموکراسی خیلی خوبه، ولی اول بیا رشد اقتصادی بکنیم بعد دموکراسی، اول توسعه پیدا کنیم بعد دموکراسی، اول فرهنگ مردم اینجوری بشه اونجوری بشه بعد دموکراسی. یا یه عده‌ای میترسن از تبعات دموکراسی. آره، برای یه سری آدمایی که ممکنه تو خیلی فضای سنتی بزرگ شدن ترسناکه، میخوان بومی سازی بکنن دموکراسی رو، دموکراسی دینی. دموکراسی دینی چیه دیگه؟ دموکراسی دینیه چه جور چیزیه؟ دونید، یعنی خود سروش هم بالاخره واقعا پس گرفت حرف شده دیگه، چون آدم عاقلیه دیگه. یا مثلا دنبال الگوسازی از
یک مسیر مشخصی که مثلا تاریخ رفته که تازه اونم مسیرش هم معلوم نیست چی، مثلا اول باید بورژوازی بیاد، بعد بورژوازی مثلا برای خودش هم دموکراسی بیاره، اینجور چیزا. حالا میگم یعنی اینا فهم افواهی از تاریخ. پس من خلاصه میکنم ریشه یابی مشکلات خودمون رو که به این صورت‌های ناراحت کننده بروز میکنه یا به صورت‌های کوچیک‌تری بروز میکنه ولی تموم نمیشه، جمع نمیشه، در این میبینم که ما دفاع نمیکنیم از دموکراسی و این رو در اولویت انتخاب سیاسی خودمون قرار نمیدیم. اینی که چقدر این کارو بکنیم، ما حزبامون، گروهامون، جمعهامون شخصا این کارو تبلیغ بکنیم، تأثیرگذار خواهد بود در اون آینده‌ای که خدمتتون توصیف کردم که تو کجای این طیف قرار بگیریم. عرضی ندارم. خیلی ممنون. یه مسئله اینجا پیش میاد، اونم این که حالا این حضور فزاینده مردم که حالا به واسطه بسته شدن فضای سیاسی و اجتماعی شاید امکان کنشگری تو عرصه سیاست حالا ازش گرفته میشه یا هر چیزی. خب این الان تقریبا میشه گفت این وضع فعلی رو به وجود آورده دیگه. اگر تلاش این حضور مردم برای باز کردن سیاست به موفقیت نرسه، از اون سمت، از سمت حکومت، خب به هر حال نرمشی رخ نده، یه جوری این بنبست سیاسی خب هی تشدید میشه، هی تشدید میشه. چطور میشه این فضا رو خب بالاخره ازش عبور کرد؟ یعنی این بنبست سیاسی که عملا الان موجوده، ببینید این بنبست رو شما میبینین، منم شاید ببینم، در این حالم به نظرم کلمه درستی نیست، برای اینکه بنبست سیاسی یعنی اینکه شما هیچ راه حل سیاسی متصور نمیتونی باشی، ولی تا زمانی که شما یه راه حل سیاسی میتونی متصور باشی، این من بهش نمیذارم بنبست. من میگم ممانعت از انتخاب اون کاری، انتخاب اون چیزی که باید انتخاب کرد یا انجام اون کاری که باید انجام. یعنی مثال میذارم، فرض میکنیم الان ما اولین انتخابات مهمی که پیش رو داریم انتخابات مجلس. خب فرض میکنیم که پذیرش کاندیداها یه چیزی بشه مثلا در حد دهه 70. رأی میدید شما اون موقع؟ من که قبلی هم رأی دادم. آره. با من صحبت نکنم. من مطمئن هستم که تردید ندارم، یعنی در همون حد باشه، من فکر کنم که بالای 60% شرکت میکنم. یه عده‌ای مسلماً نمیکنن، برای اینکه رفتن بردن خودشون توی فضایی که اتفاقاً بنبست اونجاست. یعنی شما فکر میکنید مردم به عرصه سیاست دوباره بر میگردن از این؟ تردیدی ندارم بر میگردن، برای اینکه هیچ دستاوردی نداشته این کارا، هیچ دستاوردی نداشته. یعنی بشینه هر کسی برای خودش فکر کن روز، یعنی تنها دستاوردش همون شعار اولیه‌شه، زن زندگی آزادی. بله خانوما با خیال نسبتا راحت، کم و بیش راحت، که حالا بازم البته چیز پیامک میفرستن تو ماشین ازتون عکس بگیره که حقوق شهروندی رو رعایت نکنی، خیلی بامزه است، رو سری زرمیداری میگن حقوق شهروندی رو رعایت نکنی، حالا کاری نداره. بله نه دست، این دستاوردشه، ولی همین دستاوردشه، دستاورد سیاسی نداره، دستاورد سیاسی نداره. به همین جهت هم من فکر میکنم که بله اگه یک گشایشی در حد 70-80 باشه بس میاد، البته اون خودشی مقدمه ایست برای بحثای دیگری، ریاست جمهوری هم همینطور، اگر به اندازه همون سالها چیز بکنن من مطمئنم مردم شکر. فکر نمی‌کنی این تکرار این فرآیند یه مقداری مردم رو چیز کرده؟ یعنی هی باز میشه، هی بسته میشه، هی باز میشه. من الان یه فرآیند 120 ساله باز شدن بسته شدن برای شما گفتم و در گفتم که در طول این 120 سال هیچ وقت چند تا چیز تغییر نکرد، یکیش حضور مردم در صحنه،
یکیش این بود که آقا هیچ گرایشی حذف نشده از این فضا، بی خیاله تصور حذف بشین، هیچ کسو نگین این باید بره اون باید بیاد، این نباید باشه اون باید، نمیشه بابا. 100 سال دیگه از این تاریخ چیزم که نیست، که چین هم که نیست که ما بخوایم راجعش بحث، تاریخ زندگی خودمون. در این 120 سال هیچ نیروی فکری سیاسی از جامعه ما حذف نشده، پس نرین دنبال حذف، برین دنبال همزیستی، برین دنبال دموکراسی. میدونی میخوام چی بگم؟ یه موقعی هست که شما میگی آقا مثلا یه نیروی مثلا مثل فاشیسم، خب یه نیرویی که چیزی میتونه متولی این دموکراسی باشه؟ نه باید این مسئله حذف، حذف از صحنه سیاست که نیست، حذف از حالا مثلا به دست گرفتن قدرت. شما خیلی پسر مهربونی هستین، ولی اونایی که صحبت حذف میکنن از صحنه سیاست چیه؟ از کل مملکت میخوان حذف بکنن، میخوان بریزن تو دریا، اون یکی میخواد بریزه تو فرن، نه کجا، حرفا چیه؟ تو همین سه ماه گذشته شما یه دونه پست اگه میذاشتی که بابا حالا مثلا آقای خاتمی هم حرف خوب بزد، یا تولد آقای خاتمی رو تبریک میگفتی، من دیدم ها، یعنی اینو مشخصا چون یه دوستی بهم نشون داد، آخه مثلا 400 تا کامنت، 280 تا فحشه، از اون نبدتر. آخه چرا؟ حالا البته برای من خیلی جالب بود که تو این فضا باز 130-140 نفر همراهی کرده بود. یعنی چی این حذف؟ کدوم حذف از فضای سیاسی؟ اسلامگرایی میتونه متولی دموکراسی باشه؟ همه چی میتونه باشه. اگه سلطنت انگلستان میتونه با 500 سال سابقه سلطنت، بقیه هم میتونن، چرا نباشن؟ مهاتیر محمد مجیگاره بود. آخه این ذاتگرایی تو حوزه سیاست خیلی اشتباه. همین تو همین دولت آقای رئیسی، حالا ممکنه یکی بگه این میخواد چون میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، ولی وزیر چیشه همین که رئیس صدا سیما بسه ارقامی، از روز اول موضع مخالف میگه آقا باز کنین، یعنی چی از چی میترسین که یه ذره فضا بدین تا آخرش باید فضا این چه حرف اشتباهی؟ اسلام گرایی با آدم مسلمون فرق داره. آدم مسلمون هزار و یک جوره، روز اسلام گرایی شما هم اونم هزار و یک جوره. مگه اردوغان و اون یکی که زد بیرونش کرد اسمش چی بود؟ مرسی؟ نه ترکیه بیرون کرد. آره گلن. خب جفتشون اسلام گرا بودن، به تیپ و تاپ هم دیگه. شکلی از اسلام گرایی پس ممکنه بتونه دموکراسی رو در ایران محقق کنه. باید یه دونه نیست. اصلا وقتی شما میگین یکی محقق کنه، تمام حرف من اینه که یکی نیست، اینو باید همه بپذیرن. دموکراسی جمعی باید محقق شه. بله. ولی آیا اسلام گرایان هم میتونن بپذیرن؟ بله میتونن. من تردید ندارم. حتما میتونن بپذیرن. این همه بحث کردیم. بدم از خواه اسلامگرایی منظور چیه از اسلامگرایی؟ ببینید قبل از بهار به اصطلاح عربی اخوان المسلمین در پارلمان مصر مثلا یه چیز عوده بین 40 تا تا 80 تا صندلی داشت، هر دفعه تو انتخابات موفق شد. بهار عربی اومد و زدن و یه دست توی خون رو اون اخوان المسلمین به این نتیجه رسیدن که حالا وقت گرفتن قدرته، قدرت رو میگیریم، قانون اساسی رو از اون ورم ارتش گفت اختیار دین خواهشون بی خیال بفرمایید برین. نه فقط اینا رو فرستاد برن، دیگه یک دونهشون هم کاندید نمیتونن بشن تو توی مجلس. خب چیه پس؟ کدوم راه درست بود؟ کدوم راه؟ نه ببینین این که من میگم یه ذره باید هر کدوم خودمونم فکر بکنیم. خیلی مهمه که ما 120 سال حضور مردم رو سر صحنه داریم. خیلی مهمه که هیچ گرایشی حذف نشده از این مملکت. خب اینا باید به ما بگه ما کدوم طرف باید بریم. حالا با این داده
ماشاءالله بچه باسواد، ببخشید میگم بچه ها عزمون. این همه آدم، حالا سواد میزانش من نمیخوام بسنجم، اما یه لیسانس دادیم دستش، یه فوق لیسانس دادیم دستش، این آدم شده برای خودش، این آدم شده، این آدم دیگه به این آسونی نمیشه بهش گفت آقا من به تو دیکته میکنم. این هست، اگه این واقعیت ها رو بپذیریم، هممون در این جهت تلاش بکنیم، اگر در نیروهایی که باشونشون تأثیر داریم در این جهت تلاش بکنن، بله میریم در 10 سال آینده به یه سمتی که به طیف دموکراسی نزدیکتریم تا به طیف آشوب. اگه نه، هیچ چیزی جواب نمیده. اصلا من تردید ندارم، یعنی اون کسی که فکر کنه که میتونه استبداد رو بر این مملکت حاکم بکنه در خواب و خیال به سر میبره. مملکت ایران سال 1304 نیست که شما رو هم رفته 500 نفر رو یا میگیری یا میترسونی یا تطمیع میکنی مملکت دستته. تازه باید بری سراغ ایلات، تازه باید بری سراغ مراکز قدرت. این اون نیست که، چند تا مرکز قدرت ده. خب خیلی ممنون، در خدمت سوالای دوستانیم. از اون سمت اگر شروع میکنید. همش شما دارین از من فیلم میگیری، من هیچ کاری بدی نباید بکنم، جایی نباید بخورم. خیلی تشکر میکنم از طرح بحثتون. من سوال اول، همین نکته که اول میخواستم مطرح بکنم این بودش که یه مقدار من نقش حاکمیت، حالا یه ارتباطی با همین بحث اخیرم داشتش که شما اسلامگرایی رو قابل جمع با دموکراسی میبینین یا نه، یه مقدار کلن نقش حاکمیت رو تو این روندی که توضیح دادین کمرنگ دیدم، که انگار که هر حاکمیتی، هر حکومتی هم که اینجا وجود داشته باشه علسوی است دیگه، با هر نوع نگاهی، با هر روی کردی، فقط باید این دموکراسی پذیرفته بشه. و این رو هم خیلی نیافتم که تو این حضور مستمری که فرمودین فزاینده هم بوده، نقش خود جمهوری اسلامی یا نسبتی که برقرار کرده چی بوده؟ یعنی از اول مثلا آیا ایدهی وجود داشته، یه تأثیری توی این فزایندگی بوده؟ انگار که یه سری ویژگی های فرهنگی داشتیم که حفظ هم شده و خب مثلا مستمرن ادامه دار شده دیگه، یک سری در واقع روندها. یه نکته هم این بود. و نکته دوم این که این بحثی که مطرح شد سر این که مثلا راست افراطی چپ میشه به خاطر اینکه یعنی توسعه و مسائل اقتصادی و اینها اولویت قرار میگیره، این که خب بالاخره یک واقعیتی الان هستش در صحنه عمومی کشور و مسائل اقتصادی بار داره میشه و تحمیل میشه به در واقع حاکمیت. و ایده شما برای اینکه این دموکراسی بتونه تبدیل به انتخاب بشه، یعنی به نظرم خب خود اون خود به نظرم مطالبات مردمی داره یه بخشی اون تحمیله رو میکنه دیگه، یعنی ایده شما برای اینکه بالاخره بتونه در اولویت قرار بگیره و انتخاب بشه چی هست؟ ببینیم، بله یه کم حالت سرنوشته داره، قبول دارم حرفای من، ولی این سرنوشته رو من به صورت یک نیروی ماورایی نگفتم، من به صورت یه واقعیت تاریخی گفتم. یعنی گفتم این حضور مستمر مردم، این بالا رفتن سطح سواد، این یعنی قبول دارم یه کم حالت این موسیقی مثلا یه بچه یه شما چه کتکش بزنی، چه مهربونی بکنی، چه آب بدی، چه نون بدی، چه همبرگر بدی، چه چلو کباب، بالاخره رشد میکنه. درست؟ من منظورم این میزان از سرنوشتگی نبود که طبیعتاً ما اینجوری هستیم، نه. من نگاه میکنم تو این تاریخ، میبینم از 1270 همه دارن برای مدرسه رفتن میجنگن، از بابی و ازلی و نمیدونم کرد و همه دارن میگن آقا یه کاری بکنیم بریم مدرسه. درست؟ رضا شاه میاد همین ادامه داره، دوره 12 ساله همین ادامه داره. محمد رضا شاه میاد، پولش هم بیشتره، تونتر این کارها رو میکنه. جمهوری اسلامی میاد، افتخارش به نظر من
یعنی کسانی که میگن انقلاب فلان این برنامه بعد 7-8 سال اول انقلاب و میزان بالا رفتن تحصیل کودکان رو ببینن تو اون دوره. بعد هم ماشالله دانشگاه تو همین اعتراضات یه جایی رو نشون میدادن باور کنیم من اسم شهرش رو نمیدونستم و یه توش دانشگاه بود. خب این چی رو به ما نشون میده؟ این نشون میده که ما مردم علاقمندیم با سواد بشیم. این هر دولتی هم اومده برای اینکه خودش رو مشروع بکنه این کارو کرده. حالا این کارو کرده چی شده؟ ما آدم شدیم. حالا دیگه تو کتمون نمیره هرچی به اون بگم. دانش این چی میگم؟ اینو یه واقعیت جامعه شناسی فرهنگیه که من دارم میگم. عشق میهن. خب شما نگاه کنید. همه هر کیو بگیرین یه جوری دعوا داره که آقا چرا دارن حق ایرانو میخورن، حالا چرا دارن فلان میکنن، چرا دارن بهمان میکنن، از باز همون مشروطه و تهاجم روس و نمیدونم انگلیس و صنعت ملی شدن صنعت نفت و کودتا و انقلاب 57 و باز من الان انتخاب میامدم چون دارم آماده میکنم برای 22 بهمن، کلی از این پارچه ها بود. نصفش این بود که آقا بالاخره این خارجی ها دارن پدر ما رو در میارن. من درست و غلطش رو کاری ندارم، ولی این استثنایی بودن وضعیت ما یه وجه مشترکیه که اتفاقا از مبانی دموکراسیه اگه ازش استفاده بشه. بله حق با شماست، نمی کنن. ولی اشتباه میکنن، اشتباه میکنن که به اینجا میرسه دیگه. این اشتباه شما اگه نمی کردی همون انتخابات، همون سیاست انتخاباتی رو نگه میداشتی الان ما اینجا بودیم؟ الان در این وضعیت بود؟ الان مجلسی بود که خودش به قول دوستان از لیاخوف بدتر خودش رو به توپ بسته؟ اصلا ما به اصلا این اعتراضا وحشتناک، ولی این قانونی، این داستانی که الان دارن میبرن که ما آزاد نمیم چی چی ما میخواییم بفروشیم مولد بکنیم همه رو، این آخه اصلا نمیم بینی واقعا کدوم ساختار سیاسی حاضر یه همچی اهانتی به خودش بکنه که بگی من شما حق داری بری بفروشیش 7 نفر هر چی خواستن بفروشن، هیچ کی هم حق نداره بگه چرا اینقدر فروختی چرا اونقدر فروختی. به نظر من در حد همین اعتراضات فجیعه این اتفاقی داره میفته. خب بله چرا عید پول نداری؟ ما که میدونیم که شب عید پول نداری، باید بفروشی. برای سال آینده هم نداری، برای همین 4 تا پتروشیمی هم که بخوای سرمایه گذاری بکنی اینو هم 12 تا منطقه رو کردی برای اونم نداری، خود بفروشی دیگه. خب این آخه اهانت به خودم، یعنی من واقعا میگم اگه یه رئیس دولتی بودم که اینجوری به اینجا میرستم که باید اینجوری بفروشم میمردم از خجالت. توکلی حال من خودم نخوندم که بچه هم گفته من مثل معتادا شدن که همه چیشون رو میفروشن برای اینکه یه ذره یه شات بگیرن اضافه دیگه. خب بله میدونم معلومه ره. اون فضاحتی که باهاش محمد رضا شاه از مملکت رفت، خب این جذابه. اینجوری شما شاهی هستی که ایران رفتی و گفتی و همه چی و 19 تا بند انقلاب سفید دادی و فلان و بهمان و از همه چی هم مایه گذاشتی و خب با اون افتضاح بری پاشی بری بیرون. ولی مرگ صدام به نظر من غیرتش بهتر از اون بودی. خب اینا بله میدونم. من حرفم اینه که اگر ما ببینیم این چیزا رو اینجوری که من توصیف کردم از این وجه ببینیم، دنبال یه راه حل دیگه میگردیم و اون راه حل دموکراسیه، اون راه حل همزیستیه، فکرهای مختلفیست که 120 ساله هیچ کدوم نتونست اون یکی رو بیرون کنه. هیچ کدوم، هر نیروی به کار برده نتونست بیرون کنه. که بعضن چی این شعره میگه هرچی با اون بد کنی قوی تر میشه، قوی تر میشه. ولی راه حل این نیست یکی دیگه هم بیاد بگه آن نه تو نباش تو باروش تو برو نمیدونم تو اقیانوس تو برو بفرست هر زینه. ببخشید یه شما میکروفون بالا بگیم شما یه دوگانه ای رو مطرح کردین به عنوان دموکراسی و آنارشی.
دو سر این طیف میتونه، دو سر طیفی که ما میتونیم یه بخشی از این طیف باشیم. آیا و اینکه راه حل رو رسیدن به دموکراسی و همزیستی میدونه که خب من شخصا باش موافقم، اما یه سوال، آیا ما در وضعیت اکنون خودمون دوچار اون آنارشی نیستیم به معنای بیدولتی؟ به حال ما در وضعیتی قرار داریم که خب برخی از منابع ملیمون عملا داره به تاراج میره و توسط کشورهای دیگه به شکل قانونی و بعضا به هموطنانمون توسط اون شرکت‌های خارجی شلیک میشه، یا در مواقع دیگه یه سری چیزهای دیگه داره همینطوری فروخته میشه بدون اینکه مردم بدونن چه اتفاقی داره میفته، و حالا هموطنانمون الان تو شرایط زلزله قرار دارن و بگمونم آگاهیم همه که چطوری داره مدیریت میشه یا بهتر بگم مدیریت نمیشه. آیا ما الان در وضعیت این آنارشی نیستیم و تلاش ملت یا و تلاش مردمی که حالا به عنوان جنبش زن زندگی آزادی توی این مدت فعالیت کردن رو تلاش برای رسیدن به اون دموکراسی نمیدونیم؟ این چند تا نکته. اولا در کل جوابم مثبت به همه سوالای شما، ولی حالا یه مقدار وارد جزئیات بشیم. بی دولتی، من منظور از بی دولتی یعنی این که تعریف دولت مدرن اینه که شما یک ساختاری که یه سلسله مراتب روشن تصمیم گیری و یه سری کارگزاری که میتونن این تصمیمات رو اجرایی کنن، این تعریف دولت مدرن. خب بله، اگه این تعریف باشه ما الان سلسله مراتب تصمیم گیریمون چجوریه؟ واقعا روشن نیست چجوریه. شما اومدی یه چیز درست کردی، سران سه قوه. سران سه قوه چیه؟ آخه یه ذره سوال کنیم از خودمون ببینیم. از قرن 18 هم افتخار همه کشورها در این بوده که بگن سه قوه از هم مجزا هست. ما هم تو قرن اساسی این اومده، بعد ما میایم جز افتخاراتمون اینه که سران سه قوه درست کردیم که یه سری تصمیم میگیرن. غیر از اونم که حالا گفتن مثلا یک دست بشه این چیز که خب اینا به قول یارگون نمیدونم بخندم یا گریه کنم، مسلمن اینجوریه. خب وقتی هی این تمام دونه دونه این سازه های دموکراسی رو شما باز میکنی، خب معلومه یه داربست لقیه که همه چیش همینجوره دیگه. شعار زن زندگی آزادی و جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا برای خود من نکته جالب ترین نکتهش میخوام بگم، غیر از بحث اعتراضی که خب میگم داشتیم همیشه، این بود که خیلی ملی بود، خیلی میهنی بود. مثل این بود که شما وحشتت گرفته که کل این کشورت داره برباد میره دیگه، مسئله فقط چیز نیست. خیلی جالب بود، با وجود این علارغم این که خیلی بخش گستردهش خارج کشور بود. میخوام چی بگم؟ پس این که من میگم این احساس مشترک متعلق به یه وطن، اتفاقا به نظرم میاد که تو این جنبش دیده میشه که وقتی شما احساس میکنی که دیگه همه این داربست لقه، یه جوری میچسبی به این مملکتت، حالا یا با گفتن این که این مال منه، یا با گفتن این که مال ماست، یا با گفتن این که ما هممون یه چیز میخوایم. ایناست. من حرفم رو تکرار میکنم، من حرفم اینه که وقتی آدمیزاد باید یک کاری رو که باید بکنه نمیکنه، هر کار دیگه ای که بکنه فقط وضعش رو بدتر میکنه، هر کار دیگه ای که بکنه. چون ما این فرمول رو بذارین تو هر
موقعی که هر چیزی که میخواد، یه آدمی رو تصور کنیم باید میخواد ازدواج با الان باید ازدواج بکنه، هر کار دیگه جز ازدواج بکنه و ازش بدتر میشه. یه کسی باید امتحان داره، میخواد بره برای امتحان این درس رو بخونه، هر کار دیگه جز این درس خوندن بکنه و ازش بدتر میشه. قرص بخوره نخوره، شب بیدار بمونه، قهوه بخوره بره بیرون، عصبی بشه ناراحت بشه، همش بدتر میکنه وضعیت. خوشحال باشه بره به فوتبال بازی کنه. وقتی یه چیزی اینجوری در دستور کار یه مملکتی قرار میگیره، هر نوع تلاشی که در این جهت نباشه وضعیتش رو بدتر میکنه و من مطمئنم بدتر و بدتر میشه. آخه دیگه یه زلزله خوی شهره، یعنی دم دسته. اگه زلزله ترکی اومد بود ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ یعنی شما با ماشین میتونی بری تا پای اون جایی زلزله اومده، بعد مثلا 3 نفر از گاز بمیرن، بعد 120 نفر هم مسموم بشن. آخه یعنی یه ناتوانی عجیب غریبیه دیگه، یه ناتوانی رو باید متوجه بشیم ما. ولی من بازم میگم این داستان مولد سازی اصلا یه فاجعه است در ساخت سیاسی مملکت. اگه یه مقداری پرسش پاسخ‌ها رو کوتاه‌تر کنید چون فرصت کم، به همه وقت برسه. چشم، من با اجازتون خیلی کوتاه 3 تا سوالمو مطرح کنم. خیلی کوتاه. ابتداعا در برابر دوگانه دموکراسی و آنارشی که فرمودین، جمهوری اسلامی هم همچین دوگانه ای رو مطرح میکنه و میگه که یا جمهوری اسلامی یا فردای بعد از من، سوریه سازی ایران. و خب طبیعتا بنده جسارتا نه فرمایش جناب عالی رو قبول دارم نه فرمایش جمهوری اسلامی رو. این میان راه‌های متعددی هست. اینکه که دموکراسی تنها راه حله، اون هم با وضعیتی که شما میفرمایید که مردم ما باسواد شدند و دیگر نمیپذیرند که بهشون بگوییم چه کار بکنم و چه کار نکنم. من میگم که باسواد شدن مردم مصادف و مساوی با سیاستمدار شدن اونا نیست. مگر در آمریکا باسواد نداریم؟ چقدر دخالت در عرصه سیاسی اونجا بیشتری یا کمتر؟ مردم ما سیاست زده شدن، چه لزومی داره که تاکسیران شریف ما نظریات سیاسی رو تشریح بکنه وقتی داخل مسیر میشینیم که همراهیشون بکنیم؟ این سیاست زده شدن هم دلیل دلیلش باسوادی نیست. ما یک ادبیات سیاسی داریم. شما از سیف فراغانی بگیرید تا فرخی یزدی، از فرخی یزدی تا شروین حاجی پور بود که بود شروین آقا شروین عزیز، ما یک ادبیاتی داریم که همیشه در تضاد با حاکمیت داره شعر میسرایه، داره مینویسه، میخوانه و کلن ادبیات اعتراضی داریم. و این مردم سیاست زده همیشه معترض کار رو برای هر حاکمیتی سخت میکنن، چه پادشاهی باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه مشروطه باشه. در هر صورت ما یه طیف گسترده ای از معترضین رو داریم که همیشه معترضن. و پاسخ شما و راه حل شما به این طیف چجوری هستش؟ و درباره مولدسازی هم آخرین مطلب این که جمهوری اسلامی پول داره. چرا پول نداره؟ جمهوری اسلامی طبق آمار صندوق بین المللی پول 1.7 فکر میکنم تریلیون دلار چیزش بوده، تولید ناخالصش بوده. کره جنوبی 1.8 بوده، عربستان 1.1. یعنی جمهوری اسلامی برخلاف تصور عامه فقیر نیست، پول داره. این مولدسازی هم الان اگر در طرق دیگه داشت صورت میگرفت همه بهبه چهچه میکردن بهبه دولت داره کوچیک میشه، چقدر خوبه دولت داره خودش رو کوچیک میکنه. حالا چون مصادف شده با این شرایط، به نظرم این همه موج منفی روش رو افتاده. شما اولا هر کسی گفت ما سر 2 راهی هستیم، به این معنی نیست که این همون حرفو میزنه. یعنی بین دموکراسی، بین گفتم تو یه طیفی بین دموکراسی و آنارشی، حالا اونم میگه جمهوری اسلامی یا مرگ. ولی خب این دوتا فقط در این با هم، به قول ویتگنشتاین جمهوری داره میگه همه چیزها به هم شبیه هن، حداقل در چیز بودنشون. نروز پس این یه مدار شباهت چیزی بود، البته چالشی بود، خوب بود، ولی من نمیپذیرم به دنیده اینکه سوریه کاملا. یعنی فقط اینه که یه کسی میاد میگه 2 تا راه. من منظورم این بود اتفاقا که راه استبداد ما نداریم، راه
حاکمیت بدون احزاب نداریم، حاکمیت بدون حکمرانی بدون مطبوعات نداریم، منظورم ایناست. بعد آره من میفهمم شما چی میگین، شما براتون سیاسی حرف زدن سیاست زدگیه، من نه، من اتفاقا فکر میکنم خیلی خوبه که دست کم راننده تاکسی که شما فرمودین این دغدغه این ماجرا رو داره، حالا این دغدغه رو میتونه خوب بیان بکنه، میتونه اونجوری که شما فکر کنین باید بیان بشه بیان بکنه، یا نمیتونه، یا یه کسی باید بهش بگه، یا در یه روند و فرایندی. ولی تمام این روندی که ما بهش بگیم آموزش، مسلماً باید در خود آزادی صورت بگیره، در خود دموکراسی رو با توی دموکراسی آموزش پیدا میکنه. نمیخوام چی بگم، اینه که حالا نه عدد رقم ها رو من فکر میکنم که نه، ممکنه جمهوری اسلامی در کلیتش تولیدش بالاست، جز 17 تا 18 تا حالا بگیم اقتصاد اول دنیاست، من قبول دارم، ولی این با اینی که شما نقدینگی داری شب عید پول کارمنداتو بدی فرق داره. این دوتا چیز ما شما همتون به حال خودتون تحصیل کردین، این فرق داره. با من میتونم یک عالمه ثروت داشته باشم که میخه به زمین ولی پول نقدینگی نداشته باشم، اتفاقی که در اتفاقا برای همه داره تو تهران مثلا میفته. خیلی از پدر مادران شما یا که باید همسن سال من باشن، آره الان یه خونه ای دارن که خونهه خیلی میارزه، ولی اگه قرار باشه که یه گوشش و لولش رو تعمیر بکنن ممکنه که هزینهش رو نداشته باشن. اینی که ثروت کل مملکت یه چیزه، اینی که شما نقدینگی به موقع و به جا داشته باشی یه چیز دیگه است. خوب به چی؟ دغدغه سیاسی مردم چرا خوبه؟ برای اینکه به نظر من سیاست عین زندگیه. یعنی شما همه چی داشته باشی، قدرت تصمیم گیری نداشته باشی، به هیچ دردی نمیخوره. در مورد امریکا هم که شما میگین، امریکا اتفاقا حضور در صحنه هیچ استمراری نداشته. از همون اولین کسی که توصیف میکنه وضعیت جامعه امریکا رو، یعنی توکویل در کتاب دموکراسی در امریکا، خیلی به روشنی اتفاقا همینو میگه، میگه خوبی امریکایی‌ها اینه که دائما سرشون تو کار خودشونه، تو اون گوشه خودشون، تو اون جامعه مدنی کوچولوی خودشون، کلیسای خودشون، فلان خودشون. خب به همین جهت هم یا به دیگران ظلم کردن در این تاریخ یا به خودشون ظلم کردن. یعنی میزانی که امریکایی‌ها به جهان ظلم کردن قابل مقایسه فقط با شوروی، فکر می‌کنم چینی‌ها باز بهتر بودن، خیلی ظلم نمی‌کردن. سوالی که من داشتم این بود که شما یه جایی در ویژگی‌های ساخت سیاسی یا ساختار سیاسی به عنوان وطن پرستی اشاره کردید. حالا اگر ما بیایم این کلیت رو به جز تعمیم بدیم و ازش تحت عنوان وطن پرستی در کنشگران یا احزاب سیاسی بخوایم یاد بکنیم، شما تا چه حد فکر می‌کنین که این وطن پرستی به عنوان در واقع پارادایم و ویژگی مشترک اونها یک امر اصیل هستش یا یه امر ساختگی یا ابزار برای ترغیب یا همراه کردن مردم با خود؟ بخش دیگه ای از حرفاتون اشاره کردین که این تفکرات وجود داشتن، احیا شدن، تداوم پیدا کردن و در واقع هیچ کدوم نتونست دیگری را حذف کنه. شاید دلیل این که در واقع کار به جایی نمیبرن و به اصطلاح پیروز نمیشن همین باشه که حالا یا به تدریج یا در مراحل ابتدایی متوجه این در واقع کاربرد ابزاری وطن پرستی برای این احزاب شدن. نکته بعدی هم اینه که شما از کنشگری سیاسی صحبت کردین. من فکر میکنم کنشگری سیاسی نوعی تعامل با حاکمیت باشه و نکته که وجود داره اینه که ما الان شاهد مداومت و تداوم در ممانعت در واقع کنشگری سیاسی هستیم.
اغلب هم از جانب حاکمیت. و نکته‌ای که وجود داره اینه که شما بخش در واقع تداوم در این کنشگری سیاسی مشخصاً با تاکید بر انتخابات مجلس رو فرمودین، اما فکر نمی‌کنیم بُعد دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه و پیامد دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه تحت عنوان سرخوردگی در واقع کنشگران سیاسی که منتج به رویکرد و در واقع واکنش رادیکال اونها بشه؟ بله، طیف متنوعی بود از سوالها. ببینید، من فکر میکنم تو سیاست نباید نیت سنجی کرد، برای اینکه یه نوعی ابطال پذیر نیست. یعنی حرف شما در مورد اینکه اینا متوجه میشن و استفاده ابزاری میکنن از این و نه اعتقاد کامل دارن، قابل من چجوری باید این رو رد بکنم؟ فرض کنید که موافق نیستم باشه، یه ابطال پذیر نیست. و اصولا هم نیت سنجی توی سیاست در همه چیزا، طرف اومد مثلا من گفت حالا چطور این نیتش این بود که بعدا مثلا 100 تومن از من قرض بگیره، خیلی خیلی کار چیزیه این نیت سنجی، یعنی در همه ابعاد به نظر من خوب نیست، در هیچ بعدی خوب نیست، ولی در سیاست از همه بدتره. برای اینکه تو سیاست همینش خوبه که من اگر بفهمم مردم ممکنه اینو علاقه من باشن، سعی میکنم در اون جهت کار بکنم. مسئله به نظر من اینه که این تداومش زیر سوال میره، یا شما میگی خب من گرفتم این نکته رو از این آدم، گرفتم این نکته رو، خود آدم رو میذارم کنار. من متوجهم شما چی میگین، یعنی میگین مثلا بیان وعده های انتخاباتی، یکیش دیگه وعده های انتخاباتی که اجرایی نمیشه. چرا؟ برای اینکه در یه لحظه متوجه میشن چرا وعده انتخاباتی میدن، چرا میگه من مسکن میسازم، من نمیدونم فلان میکنم، من بهمان میکنم، من با حصر یه کاری میکنم، نمیدونم حصر رو میشکنم فلان. خب میدونه که مردم دوست دارن، پس حداقل اینو میفهمه، ولی بعد اینو میگیره آدمه رو میذاره کنار. من فکر کنم مشکل اینجاست بیشتر تا این که ما نیت سنجی بکنیم که طرف دروغ میگه، طرف سوء استفاده میکنه. بعدم حقیقتش اینه که خیلی جاها این میل امیال مردم فهمیده شده و در جهتش کار شده. حالا مسئله اینه که با خود مردم، بدون خود مردم، پرسیدی نپرسیدی، نظرسنجی کردی، این همه نظرسنجی کردی، الان کاری نداره. آقا چرا هر دولت ها که میان چرا 3 ماه یه بار نظرسنجی نمی کنه، 6 ماه یه بار نظرسنجی نمی کنه، بعد چاپ نمی کنه این نظرسنجی؟ این مشکل اینجاست. مشکل اینه که این سازوکار دموکراتیک رو هیچکی بهش فکر نکرده، در نتیجه یه مقداری در طفولیت خودش باقی مونده. نظرسنجی یکی از ابزار مهم دموکراسی، حکومت دموکراتیک. چرا ما نمیکنیم؟ میخوام بگم اون نمیکنه. از این ورم اولین نظرسنجی که یه عده پیشنهاد میدن رفراندوم قانون اساسیه. آخ بالاخره بین این دوتای فاصله ای هست. اینی که شما میگید که کنشگری در ارتباط با حاکمیته، بله، تردیدی توش نیست، در همه جای دنیا همینجوره، در همه نظام های دموکراتیک هم هست. اینی که یه عده‌ای ممکنه دیگه نخوان این کنشگری رو بکنن، اونم تردیدی توش نیست، یه عده حتما نمیخوان بکنن. ولی من فکر میکنم بعد از این وقایع اتفاقا بشینیم سرد فکر بکنیم، ببینیم چی دادیم چی گرفتیم، ببینیم چی دادیم چی گرفتیم. یه عده‌ای که توی اینجا نبودن، خب میتونن شنبه تعطیلن، به جای اینکه برن اونجا میرن یه جای اعتراض میکنن، میرن یه جای فلان میکنن، یه جای بهمان میکنن، میرن خونهشون، میرن دنبال کارشون. خب ما چرا باید آخه همینجوری سرمون رو بندازیم پایین؟ هی بیایم یه سری حرفای
خواسته هامونو با آنن تبدیل کنیم به یه سری حرفای رکیک و تند و فلان و اینا، بعد اون خواسته هامون چرا یکی بر من توضیح بده چرا ما باید اینقدر سریع رادیکالیزه بشیم؟ بعدم این ما چند نفره که اینجوری رادیکالیزه است که حتما هم انتخابات باشه، حتی اگه اونجوری سر اون شرایط نسبتا معقولی که من گفتم حتما نمیاد، ولی جاش چی داریم بذاریم؟ تو ذهنمون داریم همه رو یه عده‌ای رو بیرون میکنیم، اون یه عده میگن آقا ما رو میخوای بیرون کنیم، ما تو رو بیرون میکنیم. یه ذره باید سرد فکر کرد، یه ذره باید این کانسپت ها، این مفاهیمی رو که باش میاندیشیم به جامعهمون، به سیاستمون، باید این مداری گسترده بکنیم، با مفاهیم گسترده تر بیاندیشیم. شما، من میگم من واقعا عکس العمل آدم ها زیر پست های یه ذره متعادل تر اصلا وحشتناک بود. ما یه سایت داریم کتابامونو معرفی میکنم، اتفاقا کتابی تجربه، هر کتابی چه خودمون تجربه میکنم یا عکسشو میذاریم اونجا، حالا تبلیغم بکنیم به شما تعداد چیزامون برپن. ما مثلا یه ماه گذشته بود یک کتاب تجربه کردیم که اتفاقا مال داورم هست، که اسمش هم از اصطلاح داوره، داور وزیر دارایی، وزیر دادگستری رضا شاه، اسمش از اول اصلاح اقتصادی، که نامه های داوره راجع به همین بحث. بعد یکی ما زیرش شد آقا الان چه بحث، چه وقت این بحث هاست، این مزخرفات رو ننویسین، هشتگ مهسا امین. چه ربطی به باور کن، من پاک نکردم، بریم ببینین، برین زیر پست تجدید چاپ داور ببین آخه چه ربطی داره. یعنی الان من چی کار کنم؟ این کتاب رو چاپ نکنم، بکنم چی چاپ بکنم اصلا؟ یعنی واقعا من مونده بودم واسه همینم به این کسی که میگو گفتم تو رو خدا بزن اینا باشه، به اینا یه واقعیت ماجراست. خود شما هم حتما چشیدین، حالا بعضن ممکنه رفتین از این چیزا گذاشتین زیر پست بقیه، ولی اونو نمیدونم. ولی انصافا آخه هر کی یه کلمه یه چیزی بگه اینجوری بپریم آخه که چی؟ کی قراره بمونه اصلا؟ کی قراره بمونه؟ نه ببین، آخه شما میای یه پدیده ای رو با یه کلمه منفی تبیین میکنی، بعد این کلمه منفی رو تعمیم میدی به همه چیز. این سیاست زدگی نیست، این بلاهته، این عدم تحمله، این نداشتن حداقل فرهنگ گفتگوه. ما چون یه رو دیگه تقریبا بیشتر وقت نداریم، لطفاً یه سوال و سریع که به همه برسه. یه سوال چارلایه نباشه فقط. نه سوال من خیلی ساده است، ولی خب خیلی ذهنمو درگیر کرده. شما به این مسئله اشاره کردین که توجه بیش از حد به افراطی‌ها توجه بیش از حد میکنن به مسائل اقتصادی، و این توازن بین اقتصاد و سیاست رو درست میگم رعایت نمی‌کنه، اشاره نمی‌کنه که مثلا حالا دموکراسی باشه و اگه پیشرفت اقتصادی قرار باشه در کنارش باید پیشرفت سیاسی هم باشه، درست میگم؟ تقریبا. حالا بله، یعنی میخوام بگم الان این که اقتصاد اولویت خیلی گسترده شده. آها خب درسته، در کل تو جامعه گسترده شده، مثلا برای نسل ما اینجوری نبود. خب حالا من میخوام اولویت دیگه ای رو معرفی کنم، مسئله زیست محیطیه، که خب مسئله زیست محیطی قطعا میدونیم که چقدر اهمیت داره، که خب چون که اولین دلیلش اینه که آثار مخرب زیست محیطی گاهن جبران ناپذیرن، و میخواستم سوالم اینه که خواستم بدونم که این مسئله زیست محیطی تو کدوم دسته قرار میگیره، اقتصادی یا سیاسی؟ سیاسی 100% سیاسی. به خاطر همین هم هست که مثلا شما تو مارکسیسم تا سالها هیچ بحث محیط زیستی رو مطرح نمی کنه، یا اصلا توی این
رابطه‌ای که بین استثمارگر، استثمار شونده، بورژوا و پرولتاریا تمام اینا طرح میکنه و اصلا توی ثروت، یعنی بین سرمایه و دستمزد یا تمام مفاهیم مهمی رو که مطرح میکنه، هیچ وقت این استخراج ثروت از طبیعت و تبعاتی که این برای این طبیعت داره صحبت نمیکنه. میگه این اصلا به قولن روبناست. جدیدن این شده که در واقع اونم به خاطر فرنگی آوردن تو بازی، فرنگی آوردنش تو بازی سیاسی، یعنی گروه های سبز درست کردن، قدرت گرفتن، شروع کردن با بعضن بیشتر هم البته با سوسیال دموکرات ها این مسائل رو جلو بردن. ولی تا زمانی که اتفاقا سیاسی نشد این ماجرا به معنای دقیق کلمه، یعنی آقا شما نمیتونی با طبیعت هر کاری بکنی، شما داری از یه چیز عمومی برداشت میکنی، داری مولد سازی میکنی. بله، نه سیاسیه، کاملا سیاسی، و تا زمانی که سیاسی نشد اهمیت پیدا نکرد. سیاسی نه مثل ماها که حالا چهار تا محیط زیستی مثلا رفتم میگیم آقا چرا از پلنگ عکس گرفتی، حتما یه کار دیگه میخواست. اینو نمیدونی، اینو سیاست سیاسی شدن، این امنیتیه، سیاسی نیست. ولی واقعا محیط زیست تا زمانی که اتفاقا خودش برای خودش قدر سیاسی قائل نشد، نتونست جدی گرفته بشه. وقتی اومد تو سیاست جدی گرفته شد. من تونتون جواب میدم. خیلی ممنون. خسته نباشید. من یه سوالی داشتم. شما گفتید که اسلامگرایی میتونه دموکراسی رو برقرار کنه، ولی خب اسلامگرایی از اونجایی که میدونیم یه اصلی داره به نام امر به معروف و نهی از منکر. بعد وقتی که اسلام قانونی باشه، افراد خرد و کل جامعه خودشون رو قانون میدونن که اعتقادات خودشون رو، حالا یعنی اون معروفی که میدونن و یا منکری که میدونن رو از بقیه یا حالا نهیش کنن یا امر کنن بهش. ولی خب اینو میدونیم که با خواسته های بخش زیادی از جامعهمون در تضاده. یعنی مثلا شما میبینید که علاوه بر گشت ارشاد و اینها، یه سری افراد خردی هستن که خودشون خودکار و به صورت حالا چیز میان امر به معروف میکنن تحت حالا فکر خودشون و اینکه خودشون رو قانون میدونن، و خب این به نظرم اون آزادی و دموکراسی که میخوایم رو شاید خیلی نتونه خوب برقرار کنه. اولا من البته سواد اسلامی خیلی ناقصی دارم، ولی به هر حال نزد آدمایی که بهشون اعتماد دارم خوندم که داستان امر به معروف نهی از منکر ناظر بر حکومت، یعنی در واقع اینی که شما به معروف کسی رو امن بکنی، مردمن که باید حکومت رو به این رو فکر کنم هم تو کدیور خوندم، هم توی این آقایی که رو اسمش رو تو قومه این اواخرم کتاب دیگه راجع به اسلام سیاسی داره برد، فیرهی این که این حالا من ربطه چون دست دومه دانشم در این زمینه نمیتونم چیزی بگم، اما من الان دارم شماها رو امر به معروف میکنم، چه متوجه باشین چه نباشین. شما هم همینطور بخصیشون امر به معروف کردم من دارم که آقا اینی که میگیم. پس اینی که من یه چیزی رو فکر کنم درسته بیام به یکی بگم یه چیزه، اینی که لگد بزنم زیر این میز بگم یا حرف من یا حرف شما، اگرم یه سوال دیگه بکنید نه چون وقتم اومه من میذارم میرم، این یه چیز دیگه است، یا شما برید بیرون. یعنی میخوام بگم این که آدم یه چیز رو درست میدونه همه به هم میگن. خب قانونیه فقه تبدیل به قانون بشه. خب ببینیم، میگم من این چیزا رو خیلی وارد نیستم، فقه فرقش با این یکی چیه اون یکی چیه خیلی بلد نیستم، این چیزا رو ترجیح میدم نظر ندم. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که من سال 1369 از خارج برگشتم، 70 تا 70 هم یزر کارهای مهندسی اینا میکردم که بتونم اگه قرار باشه برم سربازی برم، به جای سربازی برم چیز. بعد دیگه رفتم دنبال همین کارا، همین گفتگو، بعد انتشارات و بعد فلان. من از زمانی که از همون 70 که اومدم تا حالا فکر میکنم اگه دقیق بتونم حساب بکنم روزی 100 نفر
به کسانی که نظر شما رو دارن، یعنی میگن آقا هم برای شما چیز مزخرفیه، اضافه شده. واقعا میگن. و الان حالا شما میگین اکثریتن، لابد هستم من نمی، ولی من مطمئنم خیلی ها دیگه نمیخوان یه همچیزی رو. جسین. وقتی خیلی ها نمیخوان، یا جلوشو میگیری که شلوغ بلوغ میشه و هرج و مرج میشه، یا تم میدی بهش. من نمیگم همه چی به سن من، من فکر نمی کنم همین چیزایی گفتم قد بده، ولی من مطمئنم به سن شما قد میده. این روندا رو نگاه بکنید. من خونه اون نزدیک تجریشه، در این سه ماه خب زیاد میرفتم ببینم چه خبر خیابون فلان. خیلی برام جالب بود یه عده‌ای از دخترها، چون خانومم یعنی سنشون بالا نبود، کاملا آشکار بود برای من که یه چادری دستش دیگه خانم دیگه دختر خانم گرفته که موهاش هم طلایی بود، یعنی اینجوری که همه از دور ببینن، یعنی یه پیام غیر مستقیم همزیستی میدونن که خب البته گاردام کاری نداشتن دیگه، دستو گرفتن کاری نداشت روشن با هیچ کس فارغ از، یعنی میخوام بگم میفهمی تو جامعت که اینا فرق کرده. ولی اگه فکر میکنین جامعه ما یه روزی، جامعه ما یا فرنگ ها کاری ندارم، شما یه جامعه خواهد داشت که هیچ کسی به هیچ کس دیگه این نمیگه رو سعی تو درست کن، این اشتباه. ولی ما احتیاجی نداریم به هم چیزی، ما احتیاجی نداریم به جامعه که هیچ کسی بشه که حتما مرده یا رو دیگه بالاخره اعتقاد داره ناراحت هم میشه میگه دخترم محکم جزه. یا مثلا اینجوری بکن، امکان نداره. اینو اصلا از ذهنتون خارج کنین که یک روزی در جامعه‌ای پیدا خواهد شد، مگه سوئیس مثلا، من چون سوئیس درس خوندم میگم، اونا اینکه همینجوری از رو خفایی میگم چون 10 سال اونجا زندگی کردم میدونم، آره اونا واقعا هیچ کاری با هم نداره، ولی باور کنن بعدش هم نمیگه هر از گاهی بگه آقا یه کاری هم با اون داشته باش دیگه، خبر اونجوری هم آره خیلی مرده است ببخشید. نه تولرانس در جامعه ما داره میره بالا، خلاصش اینه، جامعه ما خیلی مداراجوتر شده. میشدم بازم ممنون از توضیحاتتون و طرح بحث اولیه که کردید. من یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم در این باره بود که حالا شما یه سری ویژگی‌های ساخت سیاسی کشور رو از 120 سال گذشته تا به امروز توضیح دادید و تبیین کردید و گفتید که هیچ راه حل نهایی بهتر از دموکراسی نمیتونه ایران رو به نوعی باثبات بکنه. اما آیا زدن این حرف تو این لحظه پر اغتشاش تضاد آمیزی که البته الان شما گفتید تولرانس بالا رفته، ولی تو لحظه‌ای که نمونه هاش هم تو این جلسه اومد که به نظر لحظه مردم این لحظه رو لحظه انقلابی درک می‌کردن، کما اینکه نمی‌پذیرفتن نگاه مخالفی رو، اینا نمونه های لحظه های انقلابیه که بین عموم در جریان هست. آیا فکر نمی‌کنید هرچند درست که این راه حل بلند مدت برای باثبات شدن ایرانه، اما یه دوره‌هایی توی یه زمانه‌هایی زدن یه سری از حرفا با همین لفظم بگیم خریدار نداره؟ بله. نه من اتفاقا فکر کنم، ببینین میگم باز آماریه ها، شما مثلا تصورتون اینه که یه بخش خیلی گسترده‌ای مداراشون کمتر شد در این دوره، چقدر گسترده میدونین؟ این سؤاله برای من. من قبول دارم که فرکانس بگیریم یه جایی خیلی تنش بالا بود، ولی این برد این چیزه چقدر بود و بعد از یه ماه چقدر بود؟ چون حالا شما حتما به هر حال برای دیدن و اینا رفتید تو خیابون، به هر حال عدم مدارا دو طرفه بود. من کاری ندارم که دولت و من با مردم مقایسه نمی کنم هیچ وقت. عدم مدارای دولت یه چیزه، یعنی یک سطح دیگه قرار داره، عدم مدارای مردم یه سطح دیگه است. دولت وظیفه دولت همه مردمه، میدونی؟
من نمیگم، ولی میخوام بگم و خیلی رو من دیدم که از این عدم مدارایی که توی کسانی که اعتراض میکردن مشاهده میشد زده شدن از مدارا. یعنی به نظرم اتفاقا بهترین وقت گفتن این چیزا، بهترین وقت گفتن این چیزا. یعنی کی اومد سجاد بود اومد پیشم گفت چی؟ گفتم من مگه هم چیزی، من میخوام هم چیزی بگم، بگم آقا وقت این تمام این بدبختیمو از اینی که هیچکی برای دموکراسی نمیجنگ. ایشون هم پذیرفتن البته. خب خیلی ممنون از اینکه جواب دادید. من یه سوال نهایی بپرسم اگه در بشه، سه نفر رو خوردی خودت دوباره سوال مون یه مقداری مشکل زمانی خوردیم. بفهم اگه در بشه سه نفر بیان اینجا مثل شما بشینن و راجع به آینده ایران صحبت کنن و به سوال و پاسخ خودمون، سه نفر کی رو معرفی میکنید؟ والا من یکی عجریان رو حتما، برای اینکه فهمون خیلی آدمه فهمیده متعادل. جان بپرسن. چیز کردم خط شکنیم. کوتاهش کنید. الان چون اسمم بردید، چون آقای عجریان یه روزی میگفت دموکراتیزاسیون اولین کاریه که باید انجام بدیم. رسید به 92، حالا هم آقای عجریان بود هم افراد دیگه بودن. گفتن نرمالیزاسیون در حقیقت مقدمه بر دموکراتیزاسیون هستش. میخوام بدونم شما اگه به این معتقدید، این گام اول نرمال کردن چیه بسید؟ ببینید نرمالیزاسیون، حجریان باید یه مدار آدم آشنا باشه با صحبتش. نرمالیزاسیون دو نوع داریم. اتفاقا یه مصاحبه یه دفعه کرده بود یکی از این از همین مثل شما که تولید فیلم میکنم، یادم کی اسمش رو هم رفت، حقیقت بود چی بود؟ بچه های امیرحسین بلالی اینا رو میشه شما توی نه حالا کاری نداره، مصاحبه با اون بچه ها، بچه های سابق امیر کبیر هم اینا که میگم بهشون باید مصاحبه کرد. این حجاریان به نظر منظورش از نرمالیزاسیون تو اون مصاحبه هم در ارتباط و جنبش اصلاحات میگه، میگه بعضیا میگفتن ما دو قطبی بکنیم و تو این دو قطبی بازی رو ببریم، که منظورش گنجی و همسال میگفت، ولی من نظرم این بود که اصلاحات باید بتونه قطب ها رو به هم نزنه، نرم ها رو. نرمالیزاسیون یعنی حرفش هم با چیز همین بود که آقا شما از تنش زدایی بکن. پشت سرش هم نگاه کنی چند تا مصاحبه کرد، مثلا یکی میگه آقا بیاین انتخابات مجلس رو تناسبی بکنی که هیچ کی اون یکی رو حذف نکنه، هیچ کسی نگه ببین من دارم اینا دارن منو بیرون میکنن پس من برم اینا رو بیرون میکنم. اینجوری به هر حال من واقعا گام اولشو چی میبینید؟ این فهمم دارم. نه حجاریان آدم سیاسیه، در لحظه میگفت من به دولت، چون اگه ازش میپرسیم گفت این که دموکراتیزه نمیکنه، اقلا نرمالیزه بکنه. اینجوری بخونید، من اینجوری خوندم. من میگم گام اول به نظر شما تو نرمال کردن، نرمال کردن باید فواصل رو کم بکنی. خب چه گامی؟ اینا کلام الان دیگه جمله گفتم، من دیگه اندشو گفتم دیگه، از شما هم چون آخرین سوالم هستم دیدم دارم میرم، از شما هم نمیترسم. میگم من به حزب مثلا اتحاد گفتم آقا جون اونا شما رو دعوت میکنن یه ساعت حرف میزنن، 5 دقیقه شما حرف نمیزنی، شما دعوت کنیم بیان. آقای قالیباف دعوت اصلا ممکن خوشم بیاد، چون میگه شناسایی شدم فلان شدم، اون کار است دیگه. شما دعوت کنیم هم اگه نیومدن که میگیم پس آقا چیه، یعنی چی ما رو شناسایی نمی‌کنی؟ اگه بیان که مشروعیت می‌بخشن به شما، بعدم بشین حرف می‌زنیم با. خیلی کارا میشه کرد. یعنی این اگه شما نخوای دو قطبی بکنی همش، من میگم، ولی فهم لزومش فهم اینه که هیچکی نمیتونه هیچکی رو بیرون کنه. اینو بکنیم تو کلمون، هیچکی نمیتونه هیچکی رو بیرون کنه. شما تا 200 سال دیگه هم توی مملکت یه سری بچه آخون داری که سال اول به دوم میخواد پاشه بره به سنی ها فوش بده. اصلا تردید نکن، حتما میکنه این کار، حتما تنش ایجاد میکنه. اون یک اینه. ولی خب شما تو فرانسه هم داری هنوز یه عده‌ای هستن که میگن آقا باید لویت چی چی برگرده یا فلان، یا مگه شبه فاشیستا تو آلمان همچنان ادامه نمیدن؟ از همینجا هستن. قالب چیه؟ خیلی ممنون. دو نفر دیگه کی بودن؟ آقای حجاریان. والا به نظرم خب حجاریان خیلی خوبه. از نظر این که چیز حرف بزنه، یه پسر جوونی از
دوستان خوب مثلا اسم میزنن کارهای آماری خیلی خوبی میکنه. پیروزان تو اعتمادی مصاحبه کرده راجع به این زعیم‌زادگان. آره همین یا حاجی‌زادگان. به نظر من برحال تو این بحثایی که میکنین و به خصوص با توریزم متقاعدین پسر همیشه حرف دهنشو میفهمه چی ممکنه حالا خیلی حرف سیاسی نزنه یا چیز نه، ولی حرفای تو حوزه های حرف میزنه که کمتر کسی ما داریم اینقدر جدی و منظم مرتب صحبت بکنیم. عریضا به نظرم خوبه. دارم چیز میگم آدم زیاده ها، من میخوام شون سه نفر گفتین. از با خارج کشور میتونیم مسئله کنیم؟ آره مسئله ایست. خانم خاتم به نظر من واقعا خوبه. یعنی اصلا یک خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. آره، خواهش میکنم. تشکر میکنم.